به نام خدا سلام دوستان به این قسمت از دوره آموزشی متخصص پایتون خوش اومدید توی این قسمت میخوایم در مورد زبانهای سطح بالا، سطح میانی و سطح پایین صحبت کنیم و تفاوت اونها رو با همدیگه بررسی کنیم خب منظور از سطح زبان برنامه نویسی چیه؟ یک سری از دوستان فکر میکنن وقتی میگیم فلان زبان سطحش بالاست یا فلان زبان سطحش پایینه یعنی میگیم آره اون زبان قوی تره برتره بهتره نه ببینید سطح زبان یک سری ویژگی هایی اگر یک زبانی داشته باشه سطح اون رو مشخص میکنه و خیلی خلاصه و در حد یک جمله بهتون بخوام بگم این که به زبان انسان تر باشه یا اینکه از زبان انسان دورتر باشه سطح ته اون زبان رو مشخص میکنه حالا سه تا سطحی که برای زبانهای برنامه نویسی داریم زبانهای سطح بالا، سطح میانی و سطح پایینه حالا بعضی از دسته ها یه چیزایی قبل و بعد این هم دارن ولی به صورت کلی میگیم که زبانهای برنامه نویسی ما توی این سه تا سطح قرار دارن اما حالا ما به چه زبانهایی میگیم سطح بالا؟ یکی اینکه قابلیت انتظار دارن این انتظایی بودن رو من بعدا توی مباحث شیگرایی و اینها کامل کامل و مفصل توضیح میدم ولی چون اینجا اسمش رو آوردیم به عنوان یکی از مزایا و قابلیت های زبان در واقع سطح بالا یه توضیح خیلی کوتاه در موردش میدم در حد اینکه بدونید چیه ببینید وقتی شما کلمه حیوان یا مثلا کلمه ماشین یا یک سری کلماتی از این قبیل رو میشنوید یه نمونه خاص از اون ماشین تو ذهنتون نیست یا یه نمونه خاص از اون حیوان توی ذهنتون نیست ما یک سری مثلا حیواناتی داریم مثل گربه سگ نمیدونم موش اینها واقعا وجود دارم ولی حیوان واقعا وجود نداره یا مثلا نمونه هایی از ماشین رو داریم پراید نمیدونم پژو سمند اما خود ماشین رو نداریم بلکه نمونه هایی از اون ماشین رو توی دنیای واقعی داریم ما به این خودرو و به این حیوان میگیم انتظایی چون یه سری از مدل ها و مفاهیمی هستن که توی ذهن ما وجود دارن و توی دنیای واقعی وجود ندارن و قابل پیاده سازی نیستن اما نمونه هایی از اونها مثل مثلا گفتم سگ و گربه و فلان برای حیوان یا مثلا پراید و سمند و پژو برای ماشین به صورت عینی و پیاده سازی شده از اون خودرو و یا حیوان هستن که وجود دارن که مثلا اینجا خودرو میتونه یک طرح و یک الگو برای مثلا پراید باشه یا مثلا برای سمن باشه یا مثلا حیوان میتونه یک الگو و یک طرح برای گربه باشه مفاهیم خودرو و حیوان مفاهیم انتظایی هستند که قابل پیاده سازی شدن نیستن و در واقع یک الگو و طرح هستند برای چیزهایی که قابل پیاده سازی و چیزهای عینی هستن مثل همون گربه که گفتم یا مثل همون مثلا پرایدی که گفتم مثلا غذا یک طرح و الگو هستش برای چی برای مثلا آبگوش برای ماکارونی که خودشون به صورت عینی هستند، وجود دارن واقعا یا یک مثال دیگه خود میوه یک طرح و الگو و انتظایی هستش برای موسیب خیار که عینی و واقعی هستند همونطور که بعدا توی مباحث مربوط به کلاس ها خواهید دید ما میتونیم این انتظار رو توی دنیای برنامه نویسی و زبان های سطح بالا داشته باشیم ولی توی زبان های سطح پایین این امکان وجود نداره اما گفتم مفاهیم کاملترش رو بعدا بررسی میکنیم اینجا صرفا برای آشنایی بهتون گفتم بعد اینکه به زبان انسان نزدیک ترن. شما وقتی یه کدی از زبان سطح بالا رو میخونی شاید همش رو متوجه نشی ولی 60 70 درصد میفهمی که داره چی کار میکنه یا چی نوشته و این از ویژگی های زبان خانهای سطح بالاست خانه های بهتری هم دارن. یعنی شما خیلی راحت تر میتونید اون رو درک کنید مدیریت حافظه و مدیریت مستقیم پردازنده رو خودشون انجام میدن یعنی شما لازم نیست دقیقا بگی که این مقداری که میخوام تو فلان مثلا خونه حافظه ذخیره بشه از فلان خونه حافظه برداشته بشه و این کارها همشون توسط خودشون انجام میشن و لازم نیست شما حتما بیای خودتون به صورت دستی اینها رو بنویسید اینها ویژگی های زبان سطح بالا هستن یه سری مزایا داره مثل اینکه یادگیریش خب راحت تره برای وب و گیم و کلا اینجور چیزا مناسب تره امنیتش هم بالاتره و یک سری کلا لیمیت ها و محدودیت هایی برای شما قرار داده میشه که باید حتما اونها رعایت بشن سرعتش قطعا کمتر خواهد بود چون به زبان انسان نزدیک تره باید برای تبدیل شدن به زبان ماشین فرایند طولانی تری رو طی کنه و یکم سرعت پایین دارن کنترل حافظه و سخت افزار قطعا اینجا سخت تره چون قابلیت های کمتری برای این مورد وجود داره و برای نوشتن کرنل و ویندوز و اینجور چیزها هم نامناسبه هم از نظر مدیریت حافظه هم از نظر سرعت و حالا چیزهای دیگه یک سری از زبان هایی که سطح بالا هستن میتونیم به سی شارپ، روبی، پایتون، جاوا اسکریپت و جاوا اشاره کنیم. و اینجا نمونه ای از کد زبان سطح بالا رو میبینید مثلا اگر شروع کنیم به خوندن میبینیم که نوشته import جیسون حالا اینجا نصفش رو فهمیدیم که import کردن یعنی وارد کردن میایم خط بعدی گفته پرینت کن hello world رو کامل فهمیدیم چی گفته میایم خط بعدی گفته کیف کاندیشن پس پس حالا اینجا هم میفهمیم که داره یک شرطی رو برای ما مینویسه میگه که اگر اینجوری بود این کارو بکن در غیر این صورت اینجوری بکن میبینید که بیشتر مفاهیمش رو داریم میفهمیم این یه نمونه از کد های زبان های سطح بالاست که برای پایتون بود اما زبان های سطح پایین قابلیت انتظار ندارن باید توسط ماشین خونده بشن و به زبان انسان نزدیک نیستن یعنی اولا شما خیلی سخت میتونید درک کنید چی نوشته مگه اینکه میگم دیگه تو اون حالا زبانی که ماشین میخونه مهارت داشته باشی بفهمی دقیقا مثلا چیه نیاز به مدیریت حافظه هم دارن یعنی این کار باید تستی و توسط شما انجام بشه خب مسلما برعکس زبان های سطح بالا میشه ما مزایاشون که سرعتشون بیشتره کنترل حافظه و سخت افزار راحت برای نوشتن کرنل و ویندوز و اینها مناسب تره خب معایبش میشه اینکه یادگیریش خیلی سخت برای وب و گیم و اونجور چیزا نامناسبه امنیتش هم یه ذره پایین تر هستش نمونه ای از زبان سطح پایین زبان ماشینه که میشه صفر و 1 و اینها که حالا میتونه به صورت هگزادسیمال و مبنای و اینها هم نشون داده بشه ولی خب در کل این زبان ماشین که سفر و یکی و بعدی مثلا اسمبلیه که یه لول از زبان در واقع ماشین بالاتره یکم نسبت به اون بهتره اینجا نمونه کتاشو میبینید سمت چپ شما کتاهای باینری رو دارید میبینید که خب اصلا هیچ چی معلوم نیست اصلا چی به چیه مگه اینکه بفهمید دقیقا مثلا این تعداد از صفرها و یکها چه مفهومی دارن برای ما جمع ضرب تفریق عدد چیه و سمت راست هم نمونه از اسمبلی رو میبینید که یه ذره نسبت به اون بهتره یه سری کلمات قابل درکتر هستن اینجا مثلا اد رو داریم موف رو داریم ساب رو داریم و یکی هم قابل درکتره ولی باز هم همچنان میبینیم که خیلی سطحش پایینتره. اما زبان‌های سطح میانی بعضی از زبان‌ها رو شما ممکنه تو سایت مختلف که نگاه میکنید یه جا ببینید تو زبان سطح پایین نوشتن یه جا سطح بالا نوشتن اینها زبان‌های سطح میانی هستن که یه سری از قابلیت‌های زبان سطح بالا رو دارند و یه سری از قابلیت‌های زبان سطح پایین رو دارن مثلا قابلیت مدیریت حافظه رو از زبان سطح پایین برداشتن قابلیت انتظار رو از زبان سطح بالا برداشتن برای اینها میتونیم زبان و سی پلاس پلاس رو مثال بزنیم گفتم اینها رو شما یه جا ممکنه زبان سطح بالا براتون بگن یه جا سطح پایین بگن چون از هر دو تای سری ویژگی های رو داره مثلا شما توی زبان سی پلاس پلاس مفاهیمی مثل کلاس و اینها رو دارید از اون طرف مدیریت حافظه هم دارید و کلا زبان هایی هستن که سطح میانی هستن اینجا هم یه نمونه کد از زبان فکر کنم سی پلاس, پلاس یا سی باشه که خب این به اینکه نوشته زبان سی هست اما خب بچا زبان سی کدهایی که تو زبان سی داریم تو زبان سی پلاس پلاس هم میشه اجرا کرد یعنی اولا شما کدهایی که توی زبان سی می توی زبان سی پلاس پلاس هم میتونید بنویسید و اجرا کنید زبان سی پلاس پلاس یه سری قابلیت های بیشتری نسبت به سی داره مثلا کلاس ها و اینها توی زبان سی پلاس پلاس وجود دارن که توی سی وجود نداره مثلا یه چیزای سطح پایینتری وجود دارن توش مثل مثلا استراکچر و اینها و در کل گفتم اینها زبان هایی هستن که یه سری قابلیت های زبان های سطح پایین رو دارن یه سری قابلیت های زبان سطح بالا رو دارن و اگه نگاه کنید تا حدودی تو کدش هم معلومه این یه چیزی ما بین این دو تاست یعنی نه خیلی قابل درکه نه خیلی هم مثلا نامفهومه یه سری چیزا رو میشه فهمید یه سری چیزا رو نمیشه فهمید حالا مثلا اینجا اون درصد دی که گذشته داره متغیر رو مشخص میکنه اون اند ای که گذشته آدرس متغیره ولی در کل میبینیم که یه چیز زی ما بین این دو حالا برای اینکه این, مفاهیمی که گفتیم یکم قابل درک در باشه به این شکل میتونید توجه کنید اون پایین پایین سخت افزارمون رو داریم بعد یه ذره میاد لولش بالاتر میشه کد ماشین یه ذره میاد بالاتر میشه اسمبلی یه ذره میاد بالاتر میشه زبانهای سطح میانی مثل سی پاسکال حالا سی پلاس پلاس هم میتونه اینجا قرار بگیره بعد مثلا زبان های سطح بالاتر مثل جاوا پایتون و در نهایت اون بالا بالا ها که گفته مطلب و اینها هستن که خیلی احتمالا نزدیک به زبان انسان هستن حالا این شکل هم میتونه کمک کننده باشه برای ما و همینطور به این شکل هم نگاه کنید یه حالت خلاصه و مختصر از چیزی که بهتون گفتم سمت چپ زبان سطح پایین رو داریم که میبینید اصلا قابل درک نیست کده های سفر و یک هستش و نوشته که زمان پردازش هم سریعه این طرف سمت راست هم زبان سطح بالا رو داریم قابل درک تره برای ما و زمان پردازشش هم مسلما کندتر هستش امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و براتون مفید بوده باشه تا ویدیو بعدی دمتون گرم فعلا خدا نگهدار